الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد سيدنا الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد. این آیه شریفه در سوره رعد آیه هفتم است. می فرماید که معنای تحت لفظیش و ترجمه ظاهری و یقول الذین کفروا، می گویند آنهایی که کافر شدند، اعتراض می کنند به پیامبر اکرم، لولا انزل علیه آیتون من ربه، چرا بر این پیامبر آیه‌ای و نشانه‌ای از طرف پروردگار نازل نمی شود. لابد منظور مثل آیات و نشانه هایی که برای امتهای گذشته نازل می شد، یک همچنین آیات و نشانه هایی را هم می خواستن که بر پیامبر ما نازل شود. بعد می فرماید که انما انت منذر ولکل قوم هاد، ای پیامبر ما تو منذر هستی، تو بیم دهنده هستی، تو انذار میکنی مردم را و برای هر قوم و هر گروهی یک هادی و یک هدایت کننده وجود دارد. خب این آیه شریفه روایاتی رو داریم دربارش که به وجود نازنین آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مرتبط است و همچنین به ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. و یخرج الله تعالی من صلب الحسن الحجة القائم. امام زمانهی و منقذ اولیائه، امام زمان را بعد از امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه حجت قرار می دهد و او امروز حجت روی زمین است و منقذ اولیائه، اولیای خودش را نجات می دهد. یقیب و بعد امام صلوات الله علیه، امام عرض کنم حضرت حجت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه، یقیب و حتی لا یرا، غیبت می کند که دیده نمی شود، از چشم ما پنهان است. یرجع عن امره قوما، اونقدر غیبت حضرت طولانی می شود که عده‌ای به شک و تردید بیافتند. انشاءالله ما از اونها نباشیم. همیشه از خدا بخواهید اللهم عرفنی نفسک، این دعا دعای غیبت است، در عصر غیبت سفارش شده از ائمه معصومین علیهم السلام که این دعا رو بخونید، به خصوص در عصر جمعه نوشتن. اگر دعاهای دیگر را نتوانستید بخونید، حتما این دعا رو بخونید، از آخرای مفاتیح هست. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، این مهمه. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اگر حجت خدا را انسان نشناسه در دین خودش گمراه میشه. نکنه خدای نکرده از کسانی باشیم که تردید بکنیم در وجود مبارک امام زمان. هزار سال بیشتر است از غیبت حضرت میگذرد، پس چی اگر بود میآمد؟ این همه ظلم، این همه ستم، پس چرا به داد شیعیان نمیرسه؟ اینها مطالبی نباشه که ما رو نعوذ بالله
به تردید بیاندازه. نظام پیغمبر خدا میفرماید اون روز یقیب و حتی لا یرو، غیبت میکنن و مردم اون را نمیبینن. یرجع عن امره قوم، عده از مردم از او برمیگرد. و یثبت علیه آخرون، و عده دیگر هم ثابت میمانند در این معرفت واقعی که از طرف خداوند به اونها داده شده. یقولون، بعد عده میگویند متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، به ما میان میگن خب اگر راست میگید این وعده ای که خداوند متعال داده چه موقعیه؟ ان کنتم صادقین، آیا باز هم صبر بکنید؟ انهم يرونه بعيدا و نراه قریبا، ما باید جواب اینطوری بدیم بله، عده ای هستن که آقا رو نشناختن، اون آقا رو نمیبینن یا بعید میبینن، اما نراه انشاءالله قریبا. و یقولون یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، آیه که در سوره ملک آیه 25 است. بعد پیغمبر اکرم میفرماید ولو لم یبقه، بعد از همین فرمایشاتی که به امام مجتبی داره، ولو لم یبقه من الدنیا الا یوم واحد، اگر از این دنیا باقی نماند مگر یک روز، لتول الله عز و جل ذلک الیوم، خدا این روز رو اونقدر طولانی میکند حتی یخرج، تا اینکه خارج کند، حضرت را به لقب مخصوص ذکر میکند، تا مهدی انشاءالله تعالی ظهور میکند. و یملأ الله و یملأ و یملأها قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فلا یخلو الارض، بعد پیغمبر میفرماید به امام شما فلا یخلو الارض منکم، زمین از شما خالی نمیشود، یعنی منکم یعنی از اطرت من، از اهل بیت من، همیشه حجتی از طرف خدا بر روی زمین هست. فلا یخلو الارض منکم، شما میتوانید با این حجت خدا تماس داشته باشید، درد دلتون رو به این حجت خدا، خداوند شما رو رها نکرده، ما صاحب داریم، ما حجت داریم. اعطاکم الله علمی و فهمی، و خداوند متعال به شما یعنی به ائمه معصومین علم من که علم رسول الله باشه و فهم من را عنایت کرده. الی آخر حدیث. این حدیث مفصله، اگر خواستید در کتاب شریف منتخب الاثر هم هست و کفایت الاثر صفحه 165. باز کتاب بهار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، جلد 36 صفحه 338. ما از این روایت به این مفصلی استفاده می کنیم که این آیه شریفه که اول عرایزم عرض کردم که قرآن می فرماید که انما انت منذر و لکل قوم هاد، تو ای پیغمبر منذر هستی و برای هر قومی و گروهی هم هادی هست. هادی یعنی ائمه معصومین، هادی یعنی حجت خدا بر روی زمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اجل فرج مولانا بقیت الله و اجعلنا من اعوانه و انصاره.